بینندگان عزیز سلام بر شما. به برنامه این هفته افق جنبش کارگری خوش آمدید. دولت روحانی از ابتدا خودش را به عنوان دولت قانون مدار معرفی کرد. کدام قانون؟ هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی نیست که در آن منافع و حقوق مردم کارگر مد نظر باشد، چه آنجا که از آزادی های سیاسی، آزادی بیان و عقیده و حق ایجاد تشکل و آزادی اعتراض و دیگر حقوق دموکراتیک در میان باشد و چه دستمزد و بیمه قراردادهای موقت کار، اخراج و اعتصاب. همه چیز باید مثل همه حکومت های سرمایه داری در خدمت سود، استحکام و بقایای حکومت باشد. قوانین هم باید تمام و کمال سود آوری سرمایه را تضمین کنند. از چنین منظری است که قانون مداری دولت جمهوری اسلامی را میتوان محک زد. بیهوده نیست که اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی و رئیس سازمان نظام پزشکی، پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما را پرداخت پول زور مینامد. از همین منظر است که دولت دست به تغییراتی در جهت صیقل دادن، تیزتر کردن و به کارگیری هرچه بیشتر مواد قانون ضد کارگریش علیه طبقه کارگر گرفته است. تغییرات و اصلاحیه ها در مورد بیمه های کارگری و حوادث و قراردادهای کار از آن جمله است. افق جنبش کارگری امروز به اصلاحیه مواد قراردادهای کار اختصاص داره و با همکاری رفیق محمود قهرمانی این مبحث رو بررسی می‌کنیم و امیدواریم که در این برنامه ما را همراهی کنید. رفیق محمود، به برنامه افق جنبش کارگری خوش آمدید. ممنون. سلام میکنم به بینندگان عزیز برنامه افق جنبش کارگری و همه بینندگان عزیز تلویزیون سی پی آی. بفرمایید که چرا و به چه دلایلی دولت جمهوری اسلامی در صدد برآمده که قراردادهای موقت رو با یک اصلاحیه به قرارداد دائمی تبدیل بکنه؟ اجازه بدید من اول یه نکته رو اشاره بهش بکنم، اونم این که از بحثی در این مورد، در این موارد وقتی که بحث میشه معنیش اینه که نمیخوایم فقط توضیح بدیم که این قانون چی میگه یا چی نمیگه. هدف اینه که هم روشنگری بشه، هم افشاگری بشه، هم اینکه کارگرها بدن هم منافعشان بر اساس این قوانین چجوری تغییر میکنه، تغییراتی که توی این قوانین پیدا میشه چه تأثیری رو سرنوشتشان میذاره. بنابراین هر نوع بررسی قوانین کار یا هر قانونی که مربوط به زندگی کارگر باشه از این زاویه بهش نگاه میکنیم، ببینیم چه تأثیری تو زندگی اقتصادیش داره، تو سرنوشت سیاسیش داره و چه کاری میدونه برای مبارزات آتش انجام بده به نسبت اون تغییرات به اون قانون یا اون ماده‌ای که مربوط به اون. اما بحثی که سوالی که شما کردید که چرا با چه شرایطی جمهوری اسلامی دست به اصلاح چنین قوانینی میزنه، اولا اینکه دولت روحانی از ابتدا کامل و سرکار، نه تنها دولت روحانی، نه دولت های پیشوی نشانم، اینا نیامدن یک بار دست به ترکیب قانون کار ببرن کلن و یک جا مثلا طرح بیارن کل قانون کار تغییر بدن، بلکه هر موردی دانه به دانه، هر از گاهی یک دانه موادش آوردن و تغییراتی درش دادن. تو دولت احمدی‌نژاد نمونه های ازش هست که کارگاه های زیر 5 سال و بعد 5 نفر و بعد 10 نفر و اینا را تغییراتی دادن بهش. تو دولت روحانی هم که آمد سر کار از اول همینجوری نوک زده به این قوانین و هر کدوم به نوعی گاهگاهی تغییر دادن. برای چی این تغییرات میدن؟ دقیقا هر جا که منافع سرمایه ایجاد میکنه، اون روز سوددهی سرمایه ایجاد میکنه، همینجور که تو مقدمه بحثتون گفتین، این کار انجام میدن. امروز هم دولت روحانی تحت دو فشار بر سر همین قراردادهای کار، یکی فشار از جانب مردم و طبقه کارگره که انقدر وسعت داره این چیز وسیع شده قراردادهای کار که موقت و سفید امضا و قرارداد 3 ماه و 6 ماه و 1 سال و زیر 1 سال البته انقدر زیاد شده که از اون طرف نمیتونه انکارش بکنه تو جامعه دیگه، انقدر وضعیت روشنه.
یکی دیگه طرف خود سرمایه دار است. سرمایه دار هم از طرف دیگه مثل به خصوص بخش ساختمانی که بساز و بفروش ها، کلی ساز ها، اونا که کنترات های بزرگ و کلی میگیرن، شهرک میسازن یا چیزهای بزرگ، ساختمان های بزرگ میسازن برای دولت، اونا فشار زیادی رو دولت گذاشتن که بخشی از این قوانین کارک تغییراتی درش بدن. یکی از اونایی که طی چند وقت گذشته دولت روحانی باز خیال تغییرش داشت، قوانین مربوط به بیمه کارگران ساختمانی بود. اونم یکی از اون مواردی بود که باز دست بردن توش و اصلاحیه روش گذاشتن. حالا الان رو این اصلاحیه دست گذاشتن که قراردادهای موقت تغییر بدن و تبدیلشان کنن به قراردادهای دائم. ظاهرن هدفشان اینه که میخوان نیروی کار موقت کم کنن. وقتی صحبت از تغییر قرارداد موقت کار به قرارداد دائمی میشه، به نظر میرسه که این تغییر به نفع طبقه کارگره. دولت با چه شرط و اهدافی این در صدد این تغییر برآمده و همچنین چه عوارضی رو برای کارگران داره این تغییرات؟ ببین دولت اصلاحیه که بر سر قرار چیز اولا مواد زیادی هستش که در اصلاحیه های دولت هستش، در مورد قراردادها چند اصلاحیه، چندین ماده و تبصره هستش که در بر میگیره. ماده 7 هست، 11 هست، 13 هست، 17 هست، 21 هست، 23 هست، چندین مواد مختلف با تبصره های مختلفی که دارن اینا رو در بر میگیره. دولت این تعریفی که از این اصلاحیه کرده، کل تعریفش اینه، میگه که قراردادهای موقت تمام میکنیم، تمام میکنن به شرطی که اجازه اخراج به طور کامل واگذار کنن به دست کارفرما. حالا هدف از این چی؟ هدف از اینه که ظاهراً این به نفع کارگر دیگه، کارگر از کارگر موقت در بیاد تبدیل به کار دائم بشه. ولی توی یه جامعه ای که 93% کار موقت هست، یه کار انقدر کار زیادی دائمی زیادی وجود نداره. توی این کار دائمی زیاد وجود داره، منتها کارها را تبدیل کردن به کارهای موقت. الان من یه توضیح میدم، اجازه بدیم اولین اتهام کنم. اونم اینه که وقتی که یه چنین شرطی میذاره، یعنی میخوا سرنوشت قانون کار بده دست کارفرما، سرنوشت کارگر بده دست کارفرما، به میل خودش هر وقت دلش خواست میزنه کارگر اخراج بکنه و به میل خودش کارگر میاره یا کارگر تازه بیاره. امروز ممکنه یه بهانه ای برای کاهش تولید داشته باشه، فردا ممکنه بهانه انضباطی داشته باشه، پس فردا ممکنه بهانه دیگری پیدا بکنه برای چیز تغییر تو سیستم اقتصادیش بده، که حالا تو بحثای این مورد هست و موارد مختلفش، مواد مختلفش. اگر جزا بید من یکی دو مورد برای تم کنم، مثلا اونجایی که مربوط به یه جایی میگه که تو ماده 21 یک وقتی میخواد تغییرش بدن، میگه که ماده 21 ناظر بر پایان قراردادهای کار، وقتی میخواد بگه قراردادهای کار چجوری پایان پیدا میکنه، که عبارت از مرگ یک کسی میمیره، کارگری میمیره، استعفا میده یک کسی، بازنشسته میشه، پایان کنتراتش میرسه، پایان کار پروژه میرسه، به دلایلی تو قانون قدیمی آمده. این قانون، هرچند قانون قدیمی هم قانون کارم خودش چقدر زده کارگریه، اصلاحیه هاش 100 برابر زده کارگری تره. میخواد دقیق هدف یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی اینه که تمام اون به اصطلاح ابهامات قانون کاره، تمام اون نوروشنی هایی که داشته، تمام اون سوراخ سنبایی که ممکنه یک وقتی کارگر بدن ازش استفاده بکنه، حقوقشه برای کس به حق خودش، تمام اونا رو میخواد با این اصلاحیه هاش رفع کنه. کاری که با این اصلاحیه های در این مورد این قانون کرده، گفتم که یکی از اون موادی که در این مورد میخواد عوض کنن ماده 21 که پایان قراردادهای کاره، که اونجا میگه یکی از کارهایی که میشه قرارداد پایان پیدا کنه یا کارفرما قرارداد فسخ کنه با کارگر، میگه کاهش تولیده و تغییر ساختاری در تولیده.
و اصلا این کل بیکارسازی ها در طول این چند ساله گذشته، چند ده ساله گذشته، بخش بزرگش روی این دوتا موضوع بوده که اینا هیچ کدوم تو قانون نبوده، حالا داره میذارنش تو قانون. چرا این کارو میکنه؟ به دلیلی که این وقتی که میخواد اخراج میده دست صاحبکار دیگه، اخراج میده دست صاحبکار، اون وقت به کیف خودش میدنه چیز کنه. از ظاهرا این قانون میخواد که کارگر موقت تبدیل کنه به کارگر دائم، ولی به عکس وقتی که اخراج دادی به دست صاحبکار، به دست کارفرما، یعنی در واقع به کار موقت بیشتر میده، یعنی به اصلا به قانون تمام میکنن دیگه، موضوعی برای قانون دیگه نمیمونه. چه مقدار از نیروی کار ایران موقت و سفید امضا هستن و کلا این تغییرات چه تأثیری میتونه رو دستمزد و امنیت شغلی کارگران داشته باشه؟ اولا اینکه همین الان میشه امنیت شغلی برای کارگر ایرانی وجود نداره، حالا چه قانون باشه چه قانون نباشه. قانون کار به 14 میلیون کارگر کارکن نظارت میکنه ظاهرا، ولی هیچ چنین چیزی وجود نداره. وقتی که 93% کل کارگران اینا به گفته خود وزارت کار، بنا به آمار خود وزارت کار که داده، کارگر موقت و سفید امضا بستلا. سفید امضا ظاهرا غیر قانونیه، منتها عملا کارفرما همه قرارداد سفید امضا میگیرن، کارگر سفید امضا میگیرن. چه تفاوت بین موقت و سفید امضا هست؟ موقت ها بالاخره طبق قوانین قدیمی ماده چند بهش ناظر قراردادهای چیز قدیمی کار که من یادداشت کردم، ماده هفته که قرارداد کاره که میگه حد اکثر مدت کار موقت یک ساله، مدت داره در واقع کارهای موقت، اما کارهای دائمی، کارهایی که کیفیت و خصوصیت دائمی بودن دارن تبدیل کردن به موقت. خصوصیت این دولت در اینه که همین با همین مواد اصلاحیه هاش این کارهای در واقع دائمی تبدیل میکنن به کارهای موقت، به عکس اون چیزی که تو خود قانون میاد. یعنی کاملا اون چیزی که اصلاحیه که میخواه هدفش اینه که اون وسعت کار موقتی که هستش قانونیش بکنن، عملیش بکنن. و اون سراخ سنبایی که گفتن برای کار چیز قانون داره ببندن. شما گفتید که یکی از دلایل این تغییر واگذاری حق اخراج به کارفرماست. این واگذاری چه تأثیراتی در مبارزه طبقه کارگر میذاره، به خصوص که خود دولت همراه با سپاه پاسداران و نهادهای مختلف دیگه بزرگترین کارفرما هستن؟ این درسته که دولت الان به عنوان بزرگترین نهاد کارفرمایی ایرانه. دولت جمهوری اسلامی خودش بیشترین سهام در صنایع، در معادن، در خیلی از محیط‌های کار و کارگاه ها وجود داره، بیشترینش داره. به علاوه اگر بخوایم بنیادهای جمهوری اسلامی مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و انواع بنیادهایی که دارن و انواع شعبات سپاه پاسداران که تشکیل میده، کارهای عمرانی اقتصادی در واقع میکنن، همه اونا بزرگترین سرمایه‌دار ایرانه. یعنی سرمایه‌دار ایران اونجوری نیستش که اکثریتش سرمایه‌دار خصوصی گرفته باشه. سرمایه‌دار این بخشی که بحثی که الان اینا میکنن واگذاری به بخش خصوصی، از دست در واقع مالکیت دولت در میرسه دست مالکیت سپاه پاسداران. دست مالیت که مالکیت دولت در میاد، مالکیت اون میره دست مالکیت بنیاد مستضعفان یا یکی بنگاه یا یه نهاد دیگری وابسته به دستگاه دولتی جمهوری اسلامی. بنابراین اگر منفعتی تو این قانون هستش، این اصلاحی هستش، در درجه اول نهادهای خود دولت میبره و نهادهای چی وابسته به دولت مثل سپاه پاسداران یا ارتش یا همه نهادهای دیگرشون میبره. حالا چه منفعتی داره این قانون برای چیز؟ طبقه کارگر. برای طبقه کارگر هیچ نفعی نداره. در واقع نفعی که داره ضررش عبارت از این است که همون اخراجی که دادن به دست کارفرما، دولت عنوان بزرگترین کارفرما، فردا هر بهانه برای هر کارگری بگیره میدن اخراجش کنه هر وقت دلشان بخواه. حتی بر اساس این یکی از موادی که تو این قرارداد، تو این اصلاحیه هستش، اصلاحیه‌ای هستش که
به نام ماده 17 یا ماده 21، اما ماده پایان قراردادها، یا ماده 23، که این اگر به ماده 17 وقتی که برمیگردی نگاه کنی میگه هر کارگری بیش از 3 ماه بازداشت بشه، حالا به هر دلیلی، حالا بعدا توضیح میدم سریع، تو قانون قبلی میگه محکوم بشه، تو اصلاحیه جدید میگه بازداشت بشه، برای اینکه تفاوتش زیاده. وقتی که یک کارگری سر به هر دلیلی میگه هر کارگری که به مدت 3 ماه بازداشت شد و از کار غیبت کرد، کارفرما حق داره قرارداد اونه فسخ میکنه. بسیار خوب، کارفرمایی که حق فسخ یه چین قراردادی داره تو این قانون اصلاحی تازه، اولا تو اصلاحی تو قانون قدیمی هم نبود، هیچ جا معلوم نمیکنن چی جرمی، به چی جرمی کارگری امروز تو خیابان، تو کوچه، تو خیابان، تو محله به خاطر بچه هاشان با هم دیگه دعواشان میشه، دو نفر آدم میرن کلانتری، دست یکیشان کارگر شکایت میکنن، کارگر میبرن دادگاه، میبرنش بازداشتش میکنن، سر یه بگومگویی، سر یه جروبسی با همسایش، با هر کسی میره کلانتری، کلانتری بازداشتش میکنن، این بازداشت تا تکلیف تعیینش بشه تا بره دادگاه و بیا معلوم بشه که محکوم شده یا نه بیشتر از 3 ماه طول میکشه. بنابراین حقوق این کارگر پامال میکنه دیگه، حق بازگشت به سر کار نداره. یا خود این میدنه وارد یه پروسه برای نمایندگان کارگران بشه، بعضی نمایندگان کارگران دولت به عنوان بهانه ای براشون پیدا میکنه، مثلا اتفاق افتاد مال کارگران پتروشیمی رازی بافقی است که اتفاق افتاد، نمایندگان کارگران بازداشت کرده مال یه مدتی تا پروندهشان رسیدگی بشه و برن دادگاه و معلوم بشه که اینا محقن، کارفرما محق نیست، بنا به شکایت کارفرما دستگیر شدن. خب 3 ماه گذشته، حالا کارفرما میدونه اینا رو اخراج کنه طبق این قانون. بنابراین یکی از خطراتی که این قانون داره رو سر نمایندگان کارگران، رو سر فعالین کارگریه، چرخ میخوره که از این به بعد هر بهانه ای ممکنه کارگرار به بهانه، همچنان که تو چیز مال کارگر اعتصاب کارگران بافق، معدن بافق پیش آمد، به عنوان جلوگیری از تولید، مانع شدن از تولید، خراب شدن دستگاه، خراب کردن دستگاه به انواع مختلف بازداشت شام کنم، یعنی بازداشت بیشتر 3 ماه هم طول میکشه طبق روال رسیدگی پرونده های جنایی یا قضایی تو جمهوری اسلامی، بیشتر از 3 ماه طول میگه. بنابراین وقتی که بیشتر از 3 ماه طول کشید قراردادش فسخ میشه. هیچ تضمینی برای نمایندگان کارگری، برای فعالین کارگری، برای کارگران نمایندگان تشکل های کارگری وجود نداره که فردا بعد از سر اعتصابی بازداشت نشن و اخراج نشن به بهانه. این یکی دیگه. یکی مسئله دیگرش که عبارت از اینه که وقتی که فسخ قرارداد دادن به دست کارفرما، سیستم دولت در واقع یک کار دیگه ای که دارن میکنن عبارت از اینه که دارن سیستم دستگاه اصلا هم تولیدشان به درجاتی تغییر میدن، هم سیستم اداری اینه که قوانین یکی از اون ناظر باشه در رابطه بین کارگر و کارفرما. سیستم اقتصادی چطوری سیستم کار دارن تغییر میدن؟ کار دارن خورد میکنن تو صنایع بزرگ، و به همین خاطر تو یکی دیگر از مواد قانون، اصلاحی قانون میاد به روبه کارگران بالای 50 کارگر و کارگاهی زیر 50 کارگر حرف میزنه. حالا بعدم رو توضیح میدم. ولی سیستمی که میخوان تغییر بده اینجوریه که هر کاری واگذار میکنن به یک کنتراکتی به عنوان پروژه، مثل پتروشیمی جنوب، پروژه های پارس جنوبی به اصطلاح، چندین پروژه، همشون یک کارگاه، یک کارفرما داره، ولی انقدر پروژه ها رو خورد کردن دادن به پروژه های مختلف که هر کدوم رفته زیر چتر یک شرکتی، اون شرکت هم چندین شرکت زیر شرکت خودش گرفته و خورد خورد میشه. خب چرا این کارو، چرا خورد خورد میکنن، چه اهدافی پشتشه؟ اینا رو به عنوان کارهای پروژه‌ای و پیمانکاری معرفی میکنن. کارهای پروژه‌ای و پیمانکاری تو قانون قدیمی مدت دار بود و مدتش دولت باید تعیین می‌کرد، اما حالا دیگه
طبق این اصلاحیه چنین چیزی نیست. بنابراین دولت از این هم نفع میبره که هیچ زمانی مدتی در این تعیین نمیشه و در نتیجه تبدیل میشه به کارهای پیمانی و پروژه‌ای و کارگر دائمی دیگه اون معنایی که قانون کار ازش در میاره دیگه نمیمانه. میشه گفت به شکلی در واقع میشه فشار و یا مانعی باشه برای فعالین کارگری و کارگران پیشرو و مبارز که به این شکل تهدیدی باشه برای اونا. بله این دائما یه تهدیدی است برای اونا. همینجور که گفتم براتون وقتی که یه کارگری بیش از 3 ماه بازداشت میشه بهانه براش پیدا میکنن، فردا میگن این چیزه شما مثلا مانع تولید شدید. اگه به ساعت کار کارگر رو برگردیم، این تغییرات و اصلاحیه به چه شکلی تعیین میکنه زمان کار کارگرها رو و اینکه نقش دولت در این میانه چی میشه؟ ببینید تو قانون قبلی که گفتم براتون، توی قانون قبلی این دولته که وقتی که میاد بر سر ماده 7 که سر قراردادها حرف میزنه زمان برای قراردادها تعیین میکنه، قراردادهای موقت برای کارهای اونجا که بخصوص کارهای پیمانکاری و مقاطع کاری ازش تو ماده 13 میگه که زمانی این کارا رو دولت تعیین میکنه. اما حالا با این اصلاحیه جدید که آمده دیگه دولت کاری نداره با این. دولت اصلاحیه جدید به نوعی تاسیس کردن که نقش دولت حذف کردن از توی، بنابراین دولت دیگه ظاهرا نقشی نداره تو این، تو تعیین زمان پروژه ها، تو تعیین زمان پیمانکاری ها، قراردادهای های موقت هیچ تغییری نداره. مسئولیت از دوش خودش برداشته، مسئولیت واگذار میکنه به کی؟ واگذار میکنه به کارفرما. کارفرما رو میمیره خودش منافع چجوری اقتضا میکنه اینجوری تصمیم میگیره. ریش و قیچی دادن به دست کارفرما، در صورتی که خود دولت حامی کارفرماست. دقیقا خود دولت بزرگترین کارفرماست. ولی مسئله سر اینه که نه تنها ریش و قیچی دادن به دست کارفرما، بلکه دولت از خودش سلب مسئولیت میکنه. دولتی که پول بیمه میگیره، مالیات میگیره از مردم، میبایستی مسئولیت اداره جامعه رو به عهده داره، از خودش سلب مسئولیت میکنه. دولتی که وزارت کارش قاعدتا باید ناظر به کار کارگر باشه نه به کار کارفرما، تبدیل شده به وزارت کار. اما وظایف وزارت کار در قانون کار جمهوری اسلامی کاملا برعکسه. دقیقا تغییرات در تبصره های مختلف انجام میشه، از جمله تعیین تکلیف کارگران بازداشتی که دست کارفرما را برای بهانه جویی باز میذاره که شما بهش اشاره کردید و کارگران آگاه و مبارز را در خطر قرار میده. در این مورد چه توضیحاتی دارید؟ توضیحات بیشتری البته چون خیلی کوتاه بهش اشاره کردیم. عرض کنم که تو چیز یکی از چیزهایی که ماده چند ماده 21 که اصلاحیه روش گذاشتن، توی ماده اصلاحیه دولت گفتم که میگه که یکی از ماده 21 ناظر بر پایان قرارداد کار، توضیح دادم اونجا قبلش، یکی از بندهای تبصره هایی که بهش اضافه کردن تبصره به معنی اینکه کاهش تولید یا تغییر ساختاری در تولید ایجاد میشه. مثلا میخوان سیستم ماشین ها رو نوسازی بکنن، میخوان عرض کنم که قطعات یدکی ندارن، دلیلی تا کاهش تولید میشه، یا میخوان اصلا عوض کنن سیستم دستگاه رو، عوض کنن کارخانه، امروز میخوان فرض کنیم ریسندگی میخواد تقریبا بکوبدش، از نو مثلا کارخانه تولید ریختگری بذاره، یا نه اصلا تو ساختمان بسازه. دولت به بهانه کاهش تولید و نبودن قطعات یدکی و انواع چیز این سالیان سال موج وسیع از کارگران به همین دلیل بیکار کرده. حالا اینه کردن قانونی و نه تنها کردنش قانونی، بلکه فسخ قراردادش هم که گذاشتن اینجا میا دولت یه کار کرده، گفته کابری کارگران بالای کارگاه های بالای 50 کارگر و کارگاه های زیر 50 کارگر. اون کارگاهی که بالای 50 کارگرن میگه که رسیدگی به
فسخ قرارداد این کارگاه ها وقتی که دست جمعی هستش، اخراج دست جمعی هستش، باید با کمیته های انضباطی باشه. البته فقط برای کارهای دست، برای اخراج دست جمعی نیست کمیته های انضباطی وارد میشه، برای تک کارگری هم که دلشان بخواد کمیته انضباطی وارد میشه. کمیته انضباطی چیزی بوده که تو قانون بوده و کارش عبارت، طبق قانونی که تعریف کرده خودش، عبارت از نظارت در آیین‌نامه های انضباطی کارگاه هاست که قاعدتا باید نگاه کنه ببینه مثلا کارگری دیر میاد، عرض شود که از کار خودش نمیدانم کارش خراب کرده، دستگاهی شکسته شده که لازمه بررسی بشه، این کار کمیته انضباطی در واقع. اما در اصل دارن اینا تبدیلش کردن به کمیته های امنیتی. این کمیته ها کمیته های انضباطی نیستن، کمیته های امنیتی هست که میخوان به هر بهانه ای، هر جایی بخوان کارگری سرش بزنن، اخراجش بکنن، به هر دلیل بهانه ای براش پیدا بکنن، از کمیته های انضباطی کمیته های فشار میشه، کمیته های فشاره، کمیته های امنیتی تو کارگاه هست. بخصوص بخش کارگران معترض تو این کار، تو این زمینه دیگه خطر جدی تهدیدشان مخاطر این کمیته ها. این کمیته ها یه سری اعضا داره که مجهول الهویه، اصلا معلوم نیست کیه، نماینده دادستان، نماینده استاندار، اون چیزی که نیست، خود کارگر هیچ حقی بر چیز خودش نداره، بر کار خودش نداره. برای کارگاه های زیر 50 نفر که دیگه سکوت کامل میکنه، کمیته های انضباطی که تصمیم میگیرن. کارگاه زیر 50 نفر هم که بیشترین تعداد کارگران ایران تو این بخش نهفته است و هیچ قانونی بهشان ناظر نیستش برای اخراجشان. ریش قیچی گفتم دست کارفرماست و کمیته های انضباطی هم ابزار دستشه، پتکیه دستش که به سر کارگر میکوبه، هر جا که دلش بخواد به هر بهانه کارگر اخراج کنه. چماق جمهوری اسلامی بر سر کارگران. شما به خوبی توضیح دادید در رابطه با در مورد کمیته های انضباطی. تو این اصلاحیه و این تغییرات اونا چه نقشی دارن، چه جایگاهی دارن، وضعیت این کمیته ها چطور میشه؟ گفتم که این کمیته ها کمیته هستن که ظاهرا از یه تعدادی افرادی که هنوز معلوم نیست، مثلا اگه در استان باشه نماینده استاندار، رئیس سازمان تامین اجتماعی محل، رئیس دادگستری، و تعدادی نمایندگانی که معلوم نیست کیان اصلا چیه و چه ربطی اینا به این دخالت این کمیته اینا داره در امورات کارگر. معلوم نیست چه ربطی به نمیدونم رئیس فلان اداره داره که رئیس تامین اجتماعی استانداری داره که بیا دخالت کنه تو امور کارگر، که بیا دخالت کنه در کارگاه، در کارگاه. تازه کمیته های انضباطی بایستی ناظر باشه بر آیین‌نامه های انضباطی. حتی گرچه آیین‌نامه های انضباطی خودش تماما علیه کارگر و علیه منافع کارگره، ولی حتی در این مورد هم ربطی به چیز نداره. کمیته های انضباطی قرار از خود داخل کارگاه تعیین بشه، از خود کارگرها باشه، نه از خود چیز باشه، اگر باشه، اگر لازم باشه، که لازم نیست. ولی در هر حال میخوام بگم کمیته هایی درست کردن، کمیته هایی که مجهول و آدم های شرکت کننده ای درش که معلوم نیست چه ربطی به مسائل کارگری دارن، چه ربطی به مسائل کارگاه دارن و میان و اینا به سرنوشت تعداد زیادی کارگر تصمیم میخوام بگیره. در واقع اینا کمیته های انضباطی برای جاسوسی کردن، خبر رساندن و اینکه کلن سرکوب کردن، به نوعی فشار آوردن، تحت فشار قرار دادن کارگران مبارز، فعالیت هایی که توی کارگاه ها، توی کارخانه ها صورت میگیره. ببینید اینا ابزار زیادی برای جاسوسی و برای خبرچینی داره، شورای اسلامی کار گرفته تا انجمن ها و تا نمایندگان، بعضا نمایندگان اسلامی کار هست که تو تا چیز خانه کارگرش هستش که ابزارهای وسیع است، با پاسداران نمایندگان خودش داره، نمایندگان امام و نمیدونم چی هستش که تو صنایع بزرگ به خصوص فراوان اینو هستن. ابزارهای فراوان برای خبرچینی و جاسوسی دارن، ولی کمیته های انضباطی در واقع در حکم اون شلاق و در حکم اون پتک و در حکم اون باتوم کارگاه که
کارفرماست که داره به سر کارگر داره میگیرن که تهدیدش میکنن به لحاظ امنیتی، به لحاظ اجتماعی، هر جا کارگر معترض میبینن اخراجش بکنن. و وقتی هم که کارفرما لازم میبینه که بخوا نوعی کارگاش تعدادی کارگر اخراج کنه، دست جمعی باشه یا دانه دانه هم باشه، از این کمیته انضباطی استفاده میکنه. کار کردش بیشتر از هر چیز کمیته انضباطی عبارت از سرکوب کارگران مبارز، جستجوی کارگران مبارز و اخراج کارگران مبارز به وسیله قانونی که گذاشتن. ما در پایان برنامه هستیم، وقت زیادی باقی نمونده از برنامه، اگه شما جمع‌بندی میشه گفت یا اینکه نکته‌ای که بهش اشاره بکنید در رابطه با این اصلاحیه بفرمایید. چیزی که من خواستم بگم، اصلاحیه‌هایی که جمهوری اسلامی داده، اصلاحیه به خصوص دولت روحانی آمده، اصلاحیه‌های فراوانیه که روی تعداد زیادی از مواد مختلف قرار چه قانون کار گذاشتن. قانون کار خودش چقدر ضد کارگری، اصلاحیه‌هاش همینقدر تیستر و روچیستره. تمام اون سوراخ‌سنبه‌های قانون کاره که ممکن بود کارگر به نوع گفتم ازش استفاده کنه، اینا رو دارن پر میکنن، دارن تیستر میکنن، این قوانین سیقلشان میدن دقیقا نموجود که شما تو مقدمه گفتی علیه منافع کارگر. از اون اصلاحیه هایی که دولت جمهوری روحانی طی این یک سال و نیمه تا به حال آورده، طرح استاد شاگردیه، طرح حداقل دستمزد، طرح ممنوعیت تشکل مستقل، طرح بیمه کارگران ساختمانی بوده، کسر بیمه از اضافه کاریه و اصلاحیه مربوط به قراردادهاست. همینه که آوردن اصلاحیه مربوط به تعیین حداقل دستمزد که فعلا به دلایل زیادی خودشان ندانستن این ادامه بدن و ترجیح دادن که فعلا بایگانیش کنن تا وقت دیگری. خب خیلی دانه دانه امیناره. ببخشید خیلی کوتاه توضیح بدید که گرچه خیلی لازمه وقت زیادی این سوالی که من میپرسم، کارگران مبارز پیشرو چه وظایفی به عهده‌شونه توی کارخانه ها؟ وظایفشون اولا معلومه که توضیح اینکه نه قانون کار، نه اصلاحیه هاشش که منافع کارگر نیست و اهداف جمهوری اسلامی چیه. این توضیحات جزی از مبارزه طبقه کارگر و کارگران فعال، کارگران پیشرو، فعالین کارگری و کارگران آگاه باید اینا را توضیح بده عنوان بخشی از کارشان، عنوان بخشی از مبارزه علیه سرمایه. این یک. دوم، روشن کردن کارگران. هر جا که کارگری میخواد ببینه که فلان قانون به نفعشه، فلان اصلاحیه علیهشه، باید اونا را پافشاری کنن، مبارزه کنن برای اینکه جلوشه بگیرن یا مانع بشن که به اجرا در بیا، به تصویب بیا. حتی اگر این قوانینم به تصویب بشه، تصویب برسن، هیچ کدامشان معلوم نیست اصلا دولت یک کدام از اینا رو اجرا بکنه. هر چی که به نفعشان باشه، به نفع سرکوب طبقه کارگر باشه، سوداوری سرمایه بیشتر تضمین بشه، تو اون جهت حرکت میکنن و تو اون جهت گام برمی دارن. رفیق محمود، از شما تشکر میکنم که در این برنامه همراه ما بودید. خواهش میکنم، خسته نباشید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته افق جنبش کارگری رسیدیم. تا برنامه دیگر و دیداری مجدد با شما، روزها و شبهای خوشی را برای تک تکتون آرزومندیم. شاد و پیروز باشید.